به ملتی که ز تاریخ خیش بیخبر است به جز سخن محو و زوال نتوان گفت. عارف قزوینی. خب دولت مصدق میخواد وام بگیره 100 میلیون دلار، حالا نمیدن 50 میلیون دلار، نمیدن 25 میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا. انگلستان هم میدونی که الان لابی انگلستان، الان که دارم میگم 1332 1953 لابی انگلستان در آمریکا اومده بر سر کار، پاشو گذاشته گردن آیزنهاور و گردن دالس. چرا دالس؟ چون برادران دالس عضو یک شرکت حقوقی هستند، یک مؤسسه حقوقی هستند که مدافع و کارهای حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران رو انجام میده. دالس، آیزنهاور و این گروه تندروان که اومدن انگلستان پا رو گذاشته کنار گردن اینا، گفته به ایران وام نده، اگر وام بدی من از پیمان آتلانتیک خارج میشم، اگر وام بدی من این کارو میکنم، اگر وام بدی سیل اسلحه رو به دولت چین سرازیر میکنم. چین احتیاج داره به مواد اولیه، به اسلحه، به خیلی از مسائل. دوستی که یه طرفه نمیشه. آمریکایی‌ها میگن آقا اینا کمونیست میشن، شوروی بغل دست ایناست. میگه اینا همه بی خوده. آقا شوروی با ما، ما با شوروی ها میشینیم صحبت میکنیم، شما به ایران کمک نکنید. بنابراین این 25 میلیون دلار هم به ایران نمیدن. تمام این مکاتبات عرض شود که سفارت آمریکا با واشنگتن همینه. نگاه کنید نظر انگلیس ها درباره عدم موافقت زائدی مصدق با انعقاد موافقت نامه بازرگانی با شرکت نفت انگلیس این است که انگیزه واقعی دکتر مصدق دستیابی به 100 میلیون دلار اعطایی دولت آمریکا است. آنان معتقدند که مصدق حساب کرده است که تا صدور حکم دادگاه حکمیت مدتی طول خواهد کشید. موافقت او با حکمیت بهای ارزانی است که برای دریافت این مبلغ قابل توجه میپردازد. نوشته 100 میلیون دلار ایران میخواد وام بگیره، بنابراین مصدق در مقابل شما آمریکایی‌ها کوتاه میاد، ولی کوتاه نمیاد. شما نباید این پولو بدید. تمام این نامه ها رو که من میخونم از سال 1952 1953 اواخرش یکی یکی اومده، همش دارن این صحبت رو میکنن که ما چه کار کنیم. انگلیسی ها دارن سر آمریکایی ها رو شیره میمالن. برنامه انگلستان کودتاست، توجه میکنید؟ میگه ما به جایی که بشینیم آقای دکتر مصدق هر روز بیاد به ما بگه ما چه کار کنیم، ما یه کار بهتر میکنیم، خرج میکنیم. آقا همون کاری که زمان امیر کبیر کردن، پولهایی که به امیر کبیر میدادن به عنوان رشوه نمیگرفت، خرج برانداختنش شد. خب ما الان این کارو میکنیم. بهترین کاری که ما مصدقو برافکنیم. خب چطوری برافکنیمش؟ بریم به این انگلیسا بدیم که ایران داره کمونیست میشه و این حزب نادان توده این وسیله در اختیارش میذاره. یعنی الان محیطیست که ایران باید آروم باشه، مصدق بشینه فکر کنه، حساب کنه. همه به جون هم افتادن. دربار داره بله مصدق توطئه میکنه. مصدق داره میگه که چرا دربار امور ارتش رو به من واگذار نمیکنه، فرماندهی کل قوا رو. شاه به شدت ترسیده. مکی برای من تعریف کرد، میگه من رفتم با شاه خیلی صحبت کردم که شما تحریکات علیه دکتر مصدق نکنید، نهضت ملی ایران داره به ثمر میرسه. میگه من رفتم به شاه گفتم، شاه گفت من حاضرم هر چی که دکتر مصدق بگه قبول کنم. بعد مکی میگفتش که من رفتم به مصدق گفتم آقای دکتر مصدق ببینید شاه الان در دست شما مثل یک بره است، از شما خیلی حساب میبره، شما اینقدر به شاه فشار نیارید. گفت چطور؟ مثلا چیکار میکنه؟ گفت خیلی این تظاهراتی که میکردن، حمایتایی که مردم میکردن، متاسفانه در بعضی از رجال ایران این احساس رو ایجاد میکرد که مردم دیگه فدایی اینا هستن و هیچ اتفاق نمیفته. میگفت یه چنین حالتی، اینایی که جمع میشدن میومدن مثلا تو خیابونا و متاسفانه مقداری از اینا توده‌ای ها بودن، دیگه حالا سیاست حزب توده اقتضا میکرد که از مصدق حمایت کنه. همون بلایی که در چکسلواکی سر اون دکتر بنش رئیس جمهور چکسلواکی آوردن،
اول گفتن زنده باد دکتر بنش، این اومد بیچاره رئیس جمهور بود و اینا هم بهشون اجازه داد، بعدم که هر چه بعد در یک کودتا این داختنش بیرون، حتی وزیر خارجه‌شو از پنجره پرتاب کردن، یان مازاریکو کشتن. اینا تاریخ. چرا دای دور بریم، همین همسایه ما کشور ارشواد که افغانستان، یک شخصی بود پسرعموی محمد ظاهرشاه به نام محمد داوود خان، ایشون در 1300 و فکر کنم 52 بود کودتا کرد و یک کودتای انجام داد و پسرعموشو برکنار کرد. محمد ظاهرشاه که خیلی آدمی بود از افغانستان بیرون میرفت، آدمی بود زیاد اهل ارشواد که کار و جدیت نبود و میرفت روم، بیشتر میرفت روم استراحت میکرد. یه چنین آدمی محمد داوود خان هم همین حرفو میزد، یعنی محمد داوود خان هم به این فکر رسیده بود که کمونیستا کاری با آدم ندارن. خب دو تا حزب خلق و پرچم اومدن بعدم کودتا کردن، براتون گفتم 36 تن از اعضای خانواده همه رو کشتن، جنازه هاشون هم چند سال اخیر از نزدیک اون قصر سلطنتی به دست آورده شد. تاریخ اینه که خوبیشی که آدم تنبه حاصل میکنه. خب دوستان عزیز، این برنامه هم پایان یافت. ما مباحث مفصلی داریم، داریم به طرف 28 مرداد میریم. من تمام این علل رو باید بگم، علل ناراحتیایی که با هم داشتن، دعواها، تنشا، حالا هی بالا میره، اطرافیان هم همینطور هی دارن این آتش رو زیاد میکنن که نهضت ملی ایران شکست بخوره. خدا نگهدارش.